اگه دردی رو در گذشته تجربه کرده باشیم، همیشه نگران تکرارش در آینده هم هستیم. جنگ درد مشترکیه که نسلی با خون و گوشت و پوستشون تجربه کردن و نگران تکرارش هستن. درد مشترک رو ببینیم. سلام، حسن سوارچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. کوبیدن بر تبل جنگ برای اونهایی که از جنگ سود میبرن آسونه، اما تبعاتش برای کسانی به جای میمونه که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم خود یا خانوادهشون درگیر جنگ ها میشن، جنگایی که غالبا خواسته حکومت ها، تصمیم گیران پنهان آشکار و گروه های سیاسی ذی‌نفع هستن. هنوز زایات و اثرات ویرانگر جنگ ایران و عراق بر تن بسیاری از خانواده ها در هر دو کشور سنگینی میکنه. در مستند درد مشترک، فیما امامی و رضا دریانوش به عنوان فیلمساز و در این حال پدر و مادر فرزندی که در راه آمدن به این دنیا هست، کوشیدن که از بستر یه داستان خیلی شخصی تصویری از این وضعیت رو به دست بدن. خانم امامی دانش آموخته رشته سینما و رضا دریانوش هم تحصیل کرده سینما هست و بیشتر به عنوان فیلمبردار و مدیر فیلمبرداری کار میکنه. این زوج در سالهای اخیر در کار تولید و ساخت فیلمهای موفقی هم بودن، از جمله جایی خالی آقا و خانم به هر دو هم چند سالی هست که در امریکا زندگی میکنن. برای صحبت در مورد این فیلم از فریده اسماعیل پور، مستندساز و پژوهشگر سینما در پاریس دعوت کردیم که همراه ما باشه. خیلی خوش اومدید آقای اسماعیل پور به برنامه این هفته ما. خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم درد مشترک رو ببینیم، بعد درباره این فیلم صحبت میکنیم. ببینیم فیلم رو. درد مشترک رو دیدیم، ساخته فیما امامی و رضا دعیانوش. داستان مادری که استراب بزرگ شدن پسرش در یه شرایط جنگی رو داره، یه روایت صادقانه و غیر رسمی و کمتر شنیده شده از کسانی که در جنگ هزینه دادن. فیلم نگاهی انسانی و جهان شمول داره نسبت به عواقب جنگ. فرید اسماعیل پور همراه با ما هست و در فرصت کوتاهی که داریم بیشتر درباره این فیلم و اهمیتش بدونیم. آقای اسماعیل پور، ما یک مستند خاص رو دیدیم، چگونه فیلمی هستیم؟ این یک مستند خود بیانگره که فیلمساز سعی کرده با توسل به آرزوهاش، نگرانیهاش، گذشتهش و بخشی از خاطرات خودش و خانوادهش یه فیلم جمع جور منسجم بسازه و به ما نشون بده. این فیلم مجموعی از خاطرات هست، در حقیقت خاطراتی که یک مادر داره برای فرزند هنوز به دنیا نیومدهش تعریف میکنه. آیا فیلم رو باید یک خاطره نگاری بدونیم؟ من فکر نمی کنم اینطوری باشه. بالاخره نقطه عزیمت حال و نگاه به آینده است. آینده یعنی کودکی که در راهه. به نظر من اون وجوه خاطره نگاری نداره، چون بیشتر از لحاظ کیفیت خاطره نگاری وجه توصیفی یاد بودی داره. ولی عملا از خاطرات به طور غیر مستقیم استفاده میشه. خیلی وقتا در گفتگوهایی که میان شخصیت ها شکل داده شده یا اتفاقی انجام میشه، اینها به ما منتقل میشه و حتی در به یک تفسیری شاید یک ضد خاطرات هم باشه کل این فیلم. و آیا فیلم با تجربه ساختاری که فیلمسازاش براش در پیش گرفتن یه ساختار دراماتیزه شده داره؟ به نظر من اینطوره.
به نظر من اینطوره و فیلمساز سعی کرده با ترتب و ایجاد یک نظم در اتفاقات، هدایت اتفاقات و موقعیت هایی که ایجاد میکنه و حتی تحریک عاطفی شخصیت ها و اقوام و فامیلش این فضاها رو ایجاد کنه و این نظم دراماتیک به اثرش بده. مثلا به عنوان نمونه لحظه ای که میخواد اون خبر باردار بودنش رو به مادرش بگه، قبلش کمی شیطنت میکنه برای که مادرش توی فضایی قرار بگیره، یا وقتی که میخواد با مادر همسری صحبت کنه. این تلاش رو فیلمساز کرده به خاطر اینکه اون خط دراماتیک ایجاد کنه و به نظر من به جذابیت فیلم کمک کنه و ما رو پای فیلم تا آخرین لحظات نگه داره. ابزارهای روایی فیلمساز در این فیلم چه هست؟ آیا اطلاعات به خوبی در عرض پخش شده و به خوبی منتقل میشه؟ ببینید، اصولا این فیلم از یک تمهیدی، سه تمهید کلی استفاده کرده. اول مسئله وبلاگه که خب خیلی همردیف هست با اون مسئله خودبیانگری اثر. درباره تصویر، وجوه تجسمی اثر هم یه دوگانه است، یعنی فیلمساز بهره برده از دوربین خودش و اون واقعیت روزمره که داره فیلم میسازه، و مسئله تصاویر آرشیوی، تصاویر آرشیوی که بخششون تصاویر آرشیوی خانوادگی هستن، فیلم های خانگی 8 یا احتمالا ویدئویی، و بخشی هم فیلم های آرشیوی تاریخی هستن. بهرو با مجموع اینها یک فضایی رو خلق کرده که خیلی خاص هست، خیلی شخصی هست، خیلی صمیمی و در این حال اثرگذار، بیننده رو درگیر خودش میکنه و همه در هر جای دنیا که باشن میتونن این تصویرها رو لمس کنن، حس کنن و باهاش ارتباط برقرار کنن. ویژگی این اثر چیه که اینجوری ما میتونیم راحت باهاش ارتباط برقرار کنیم و با ما میمونه؟ من فکر میکنم این اثر غیر از امکانات و ویژگی های مثبت رواییش و سینماییش، دو تا ویژگی خاص داره که اینو برای ما آشنا میکنه و به نظر من ماندگار برای مخاطب ایرانی و حتی مخاطبی که خارج از مرزهای ایران زندگی میکنه، هر مخاطبی که کافی فقط مسئله جنگ رو درک کرده باشه. یکی تاکیدشون مسئله خانواده است. خانواده یک عنصریه که در تمام دنیا شناخته میشه. و بعد مسئله‌ای که اینجا برای ما خیلی آشنا سازی میکنه، مسئله صداقت فیلمسازه. فیلمساز با یه صداقت واقعا درخشانی و قابل تحسینی فیلمش رو و مسائلش با ما در میون میذاره. به نظرم این دوتا عنصر خیلی فیلم صمیمی و باورپذیر کردن برای مخاطب. و در باره تدوین فیلم، فیلم طولانی هست در این حال برای دیدن، نه مفهوم خسته کنندش البته، ولی در باره تدوینش چی میتونیم بگیم؟ من فکر می‌کنم تدوین که از نکات مثبت فیلمه، بخاطر اینکه این تصویربرداری در لحظات یا در مواقعی شاید خیلی کنترل شده نبوده. شاید تمام اجزای صحنه و موقعیتی که قرار بود از اون فیلم برداری کنه رو نمیتونست کنترل کنه فیلمساز. برای همین مونتاژ خیلی هم به کمک اون نواقص تصویری که احتمالاً وجود داشتن آمده و هم خیلی کمک کرده تا اون نظم روایی شکل بگیره. به نظر من تدوین خیلی اهمیت مهمی داره تو این فیلم. و به هر حال بحث نگرانی والدین درباره احتمال وقوع یک جنگ هست و شرایطی که همیشه یک مادر رو به خصوص میتونه نگران فرزند یا فرزندهاش بکنه. من یه عرض کوچکی داشتم، میخوام در کنار همه این ویژگی ها، این فیلم یک ارزش فرامتنی هم داره، به خاطر اینکه این فیلم یک سند خیلی مهمه، گرچه شخصی یا خانوادگی به نظر میرسه، یک سند خیلی مهم و البته غیر رسمی از جنگ، از موقعیتی که برخی از ایرانی ها در جنگ تجربه کردن. و به نظر من شخصا یک فیلم ضد جنگ، یک فیلمی در تقدیس صلح، آرامش، به نظر من این خیلی اهمیت داره تو این فیلم. و همون چیزی هست که جهان امروز بسیار نیازمندشه و همه ما نیازمند صلح هستیم. فکر کنم همون باید صلحجو باشیم ها. خب خیلی ممنونم برای ادامه گفتگو، فرصتی نیست. شما از طریق راههایی که اینجا داره زیر نویس میشه برامون بنویسید که درباره این فیلم و موضوعش چطور فکر میکنید و فیلم چه چیز تازه‌ای براتون داشت. به اتفاق میهمان برنامه فرید اسماعیل پور، تا هفته آینده و یه برنامه دیگه، بدرود و سلامت باشید. خیلی ممنونم.